شما چه راه حلی رو برای برون رفت از این بحران سیاسی کنونی میبینید؟ فکر میکنید که جنبش سبز از نظر راهبردی چه مسیری رو باید طی بکنه یا چه مطالباتی رو باید داشته باشه با وجود شرایطی که در ایران وجود داره و خب روشی که حکومت به کار گرفته؟ بله، ببینید، جنبش سبز تا امروز موفق بوده به چند دلیل. یکی این که در واقع یک دستاوردهایی داشته. دستاورد اولش این هست که ائتلاف پیرامون درخواست تعیین سرنوشت، یعنی همه مردم، همه فعالین سیاسی که به هر حال به جمهوری اسلامی اعتراض دارن و به خصوص کودتای انتخاباتی که انجام شد در 22 خرداد اعتراض دارن، به این نتیجه رسیدن که حق تعیین سرنوشت باید به مردم برگرده و این مصادره شده. مورد دیگه در واقع ائتلافی هست که پیرامون حفظ حقوق بشر و رعایتش در ایران و خارج از ایران تشکیل شده و در واقع این به یه خواست اساسی جنبش سبز تبدیل شده. دموکراسی یه راه یه روزه نیست. این که ما بیاییم همین جمهوری اسلامی رو همین امروز 22 بهمن اگر سرنگون هم میشد، خب معلوم نبود که واقعا قرار است که حالا چه اتفاقی بعدش بیفته، چون 31 سال پیش هم این اتفاق افتاد و در واقع ما از چاله در اومدیم و به چاه افتادیم. بنابراین اینها یک حرکت تدریجی آرام اما مقاوم هست جنبش سبز و به نظرم بهترین راهکارش اینه که گره بخوره با تشکل‌های صنفی، تشکل‌های معلمان، کارگران، اگرچه نظام حاکم به اونها اجازه فعالیت نمیده، ولی جنبش سبز میتونه اونها رو بازسازی بکنه و اعتصابات کارگری برای معلمین و به هر حال تو حوزه‌های صنفی مختلف رو با توجه به واقعیت‌های موجود که بحران اقتصادی و عدم رعایت حقوق صنفی مردم هست، به اصطلاح به عنوان یک تاکتیک جدید در پیش بگیره. آقای رفیع‌زاده، علی‌رغم محدودیت‌های خبری که در ایران وجود داره، عکس‌ها و تصاویر تظاهرات امروز مردم و مخالفین حکومت به سراسر جهان مخابره شده. فکر می‌کنید که چه بازتابی این موضوع در جهان داشته و نشانه‌ای از شکست حکومت نیست در نشان دادن اون اقتدار و حاکمیت خودش؟ بله، ببینید، حاکمیت اغلب سرانش طی روزهای گذشته وعده پایان بخشیدن به جنبش سبز در روز 22 بهمن رو دادن و گفتن که در این روز دیگه هیچ صدایی به گوش نخواهد رسید و تموم شده و ما در 9 دی این رو به اصطلاح ثابت کردیم و در 22 بهمن هم آخرین میخ رو بر تابوت جنبش اعتراضی مردم ایران خواهیم زد. ولی خب دیدیم که اینها از زدن این میخ با همه تدابیر و هزینه‌ها و نظامیگری و به هر حال فضای امنیتی شکست خوردن و صداها به گوش رسید. شبکه‌های خارجی همه صدای مردم ایران رو منتشر کردن. CNN من دیدم داشت به اصطلاح گزارشی در این مورد منتشر می‌کرد، در سایتش هم بود. رویتر هم همینطور. خبرگزاری‌های خارجی اغلب و تلویزیون‌های خارجی اغلب همین فیلم‌ها رو پخش کردن، به رغم اینکه هیچ خبرنگار خارجی حق نداشت و اجازه ندادن که بره بین مردم و از اونها فیلم و عکس و برها گزارش تهیه بکنه. هیچ خبرنگار ایرانی هم، خبرنگارهای رسانه‌های مستقل اجازه نداشتن. اساساً 65 خبرنگار و روزنامه‌نگار ما همکنون در زندان هستن، بازداشت شدن در روزهای گذشته و اینها همه نشون میده که صدا میاد دیگه. اون دورانی که بتونن ببندن و هیچ صدایی به گوش نرسه تمام شده، سپری شده و امروز تمام دنیا بار دیگه صدای مردم ایران رو شنیدن و اتفاقاً این صدای جدید، صدای مرگ بر دیکتاتور رو بسیار بازتاب دادن و مورد توجه قرار دادن. آقای شهرام رفیع‌زاده از شرکتتون در برنامه شب آهنگ سپاسگزارم.